السلام علیکم بچه خاله جان، خوبیم؟ بخیریم؟ سلامتین؟ خیریت بچه خاله؟ والا اگر همین قوم خیش حسود و ناجوان که بگذارن خیریته، منتها نمیگذارن. بله؟ تو خجالت نکشیدی؟ تو شرم و حیا نکردی؟ خیریت بچه خاله جان، گپ چیه؟ از خیریت تیره، از خیریت تیره، میفهمی؟ جواب بر بده، تو خجالت نکشیدی؟ تو به چی جراتی تو بیاده بکردی؟ این رقم بی احترامی؟ از چی؟ چه کار شده؟ من خودتو چی پدر کشته گیدیشم ها؟ چی پدر کشته گیدیشم خودتو؟ خدا نکنه بچه خاله، گپ چیه؟ مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ خود خور به کوچه اصلا چپ میزنی؟ مرد مسخره میکنی بچه خاله؟ خدا اصلا چنین چیزی نیه، من اصلا نمیفهم چی گپه؟ چرا بذار عصبانی؟ مشکل چیه؟ باش، باش، خور بزن به او را، خور بزن به او را. ولی یاد تو باشه، من شطورم، کینه یه من کینه شطوریه. هر کس که به من تعیین کنه یک روز نه یک روز دیگه زهر خور به او میزنم. بچه خاله جان، به خدا من نمیفهم گپ چیه. خب تو بگو که من بفهمم، من کی به تو تعیین کردم؟ یعنی خود تو نمیفهمی؟ باش، تو رو میفهمم. ای چیه؟ ای خب کارت عروسی منه، تو رو هم دعوت کردم. او رو که میفهمم، به روی پاکت چی نوشته؟ بخون. به روی نوشته به خدمت محترم نثار احمد جان تقدیم است. خب خب، یعنی هنوز نفهمیدی؟ هنوز باید بهم کوچه اصلا چپ چه کار بزنی؟ بچه خاله روک و راست بگو، مشکل تو چیه؟ کشتی مار؟ بابا چی جرات اسم من نثار احمد نوشته کردی؟ بله؟ میگم تو به چی جرات اسم من نثار احمد نوشته کردی؟ به چی جرات تو نوشته کردی به خدمت نثار احمد تقدیم است؟ خب اسم تو نوشته کردم، مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ نثار احمد خلاص؟ من مگه نوکر پدرتونم که نثار احمد خلاص؟ نه خدا نکنه بچه خاله. خب پس چی نوشته میکردم؟ نوشته میکردم اکشی کمار یا نوشته میکردم سارا دیوی؟ خب اسم تو مگه نثار احمد نیه بچه خاله؟ من 16 سال دوده چراغ خوردم که تو اسم من نثار احمد نوشته کنی؟ تو نمیفهمی که من یک ماه پیش از فاکولته نرسنگ فارغ شدم؟ چرا خبر دارم؟ خب چرا نوشته کردی نثار احمد خیلی؟ کجای نوشتم خیلی؟ نه منظورم اینه که اسم من کامل نوشته نکردی. خب پس اسم تو چی رقم نوشته میکردم؟ تو نمیفهمی که باید نوشته میکردی دکتر نثار احمد؟ نوشته میکردم دکتر نثار احمد؟ بله، پس چرا من رفتم 16 سال دیده چراغ خوردم؟ به خاطر اینکه برو پاکت اسم من نوشته کنم دکتر صاحب نثار احمد. تو اینا رو نمیفهمی یا نمیفهمی از حسودی؟ حسودی چیه بچه خاله جان؟ اگه حسودی نیه پس چیه؟ ها؟ خب اولا که یاد من نبود، بعدی هم یاد تو نبود. ها باش صبر کن، یا این پیش تو باشه تا از یاد تو نره. این چیه؟ این فوتوکوبی سند فراغت من از فاکولته نرسنگ. خب این قاب میکنی میزنی بم دیوار اتاق خو، که هر وقت از یه بعد خواستی اسم رو به زبون بیاری یا به جای نوشته کنی، یاد تو باشه که نوشته کنی دکتر نثار احمد خان. فهمیده شد؟ بچه خاله جان، خود تو هم میگی که از فاکولته نرسنگ فارغ شدی، مگه نرس دکتره؟ بله که دکتره، باب تشفاخونه ما هم دکتر باب میگه خودخور. باز ما آدم یک تک نرس، من نباید پیشوند اسم ما دکتر باشه. با همین دواخونه که ما کار میکنم تو بیا و ببین، هرچه مریض میای من خودم اون نسخه میدم. ولی من اصلا قصد تعیین نداشتم. دیشتی یا ندیشتی حالا که تعیین کردی. سکو این پاکت رو هم اصلاح میکنی، همیت محترمانه میاری دم خونه دکتر صاحب نثار احمد خان. فهمیده شد؟ خدا یار تو. بله بینندگان عزیز، ما در حال حاضر به محل برگزاری مسابقات ورزشی هستیم و قرار این مسابقات رو از اینجا برای شما گزارش بدیم. در خدمت یک تن از ورزشکارانی هستیم که چند ثانیه دیگه قرار مسابقه بده. نظر شما راجع به این مسابقه چیه؟ به نام خدا، بخیر خوشی مسابقه رو بخیر برنده میشم. 100% برنده میشم. بخیر پرچم کشور خوروی تو بالا میکنم که بچسبه به سقف می سالون. به 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 به، پس روی شما خیلی بالایه. آفرین. بله برادر، ما شکر خدا شیریم، شیر. ما یک عمر مشت و لگد زدیم با هم دیگه. این مسابقه که دیگه چیزی نیه. بخیر می تو برنده میشم که هیچ کس سوالی می تو برنده نشده باشه. نظر شما راجع به حریف شما چیه؟ نظر می اینه که برادر همه مورچه چیه که کله پاچه ای باشه؟ یه حریف که چیزی نیه برادر. مثل از یه حریف 8 تا به داخل کیسه منه، 4 تا دیگه هم به داخل لنگ جراب منه. ها برادر، بخیر می تو زدن به حریف بکنم خود مشت که 8 ملاق بخوره. همین تو یک حرکت رو نکات میکنم که از شهر بره کله خوب بزنه به دیوار. یعنی که برنده میشم بخیر؟ بله برادر، 100% برنده میشم. من از این مسابقه خیلی دادم برادر، این مسابقه که چیزی نیه. برنده چی که حتی بخیر پرنده هم میشم. موفق باشیم. و سوال آخر اینه که نظر شما راجع به داوری مسابقه چیه؟ والا برادر، داور خیلی آدم خوبیه. یعنی باور کن مثل از این داور دیگه به کل منطقه پیدا نمیشه. خیلی آدم شریفی، خیلی آدم پاکیه. یعنی اصلا دیگه نداریم. خیلی عالیه، پس همه چیز برای شما آماده ای که برنده بشه. تشکر از شما. بفرمایید که نوبت شما شد. باید.
بله بینندگان عزیز، من فکر کنم مسابقه شروع شد و ما باید از اینجا برای شما گزارش بدیم که این مسابقه چی رقمه. متاسفانه ما حق نشر نداریم، به این خاطر مجبورم برای شما صوتی گزارش بدم. دیگه ببخشیم که تصویر نیه. اوه 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 لغت اوه ای بابا اوه اوه بعد رقم زد. اوه 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 بله مسابقه به پایان رسید بینندگان عزیز. برادر شما که باختین، چیکار شد که باختین؟ برو همه گونه هم داور، صد فیصد گونه داور، داور طرف حریفی گیره برو، این داور پول خورده. ولی شما این پیشتر گفتیم که مثل از این داور به این کل منطقه پیدا نمیشه. کی گفتم برو؟ اصلا از این داور کسیفتر پول خورده دیگه نداری برو، دیگه جوره خو نداره. ولی برادر حریف شما 64 امتیاز گرفت در حالی که شما فقط 1.5 امتیاز گرفتین. اون وقت میخوردیم به زمین، فقط پا شما خورد به پا حریف. باشه مهم نیه برادر، مهم اینه که داور پول خورده بوده، حق من خورد. ولی برادر شما لد خوردیم، حریف شما رو مشت زد. خب باشه برادر، وقتی که حریف من رو زده بخاطر ازی بود که داور پول خورده. وقتی که داور پول خورده باشه تو چی رقم مشت میتونی بزنی؟ ها؟ من همه گفت تو بگو. ولی شما همین یک دقیقه پیش گفتیم این بهترین داوره. برو چون بازو مسابقه ای که من دادم همین آدم داور بود، اونجا من برنده شدم، منتها اینجا من با باختم. یعنی شما اگر ببریم داور خوب داوره، ولی اگر ببازیم داور پول خورده؟ ها دیگه داور وقت خوبه که من ببرم، وقتی که من باختم یعنی که داور پول خورده. برو این داور پول خورده برو، من این قبول ندارم این مسابقه. ولی اگر داور پول خورد شما خوب لد خوردیم در عوض. خب لالا وقتی که داور پول بخوره حریف قوی میشه، مشتی و قوی میشه، لگتی و قوی میشه، خب میزن آدم گنس میشه دیگه. چی خاطر؟ چون که داور پول خورده. ها برادر می مسابقه را اصلا قبول ندارم. بله بینندگان عزیز این بود گزارش شما. دیگه به هر حال داوری هم سخته به این کشور، خصوصا به این کشور. یعنی فقط در صورت پشت سر تو گپ نمیزنن که دست هر دو حریف رو بالا کنیم و هر دو حریف خودی هم برنده اعلان کنیم. دیگه به هر حال کمک ظرفیت رقابت هم خوب چیزی بوده برای بچه آدمیزاد. میگم برو آدرس دوار نداری که به من بدی؟ دیوار؟ ها برو من برم کلخ بزنم به دیوار. نه والله من از این منطقه نیام، من اصلا آدرس دیوار ندارم به این منطقه. ای بابا مال شدیدن به دیوار نیاز دارم. برو این دولت چرا یک چهار تا دیوار نمیسازه که آدم بره کلخ بزنه به دیوار؟ السلام علیکم. خب به کورس فرهنگ شهرنشینی خیلی خیلی خوش آمده، همین ته خیلی خوش آمده. اگه گفتین که امروز به شما ما چی یاد بدم؟ اجازه ایمو بگم. ها بگو. فرهنگ شهرنشینی. آفرین، از کجا بفهمیدی؟ خب اسم کورس ده گستاد. خب راست هم میگی. خب پس بیرم به سر درس. همین اول من بگم که من خودم شخصاً خیلی ترجمه فرهنگ شهرنشینی دارم. خدا مرد رو گونه کنه این 35 روز میشه که من بیامدم باشم و همین ده پخته یاد بگرفتم که چی رقم فرهنگ شهرنشینی کنه. با 35 روز خیلیه. ها خیلیه. استاد ما باید از تجربیات شما استفاده کنیم. باشه استفاده کنه. من تو همین خیلی محکم از ترجمیات ما استفاده نکنیم که اگر همین ترجمیات ما زیاد خراب نشه. میگم استاد اصلا نیازی هست که ما فرهنگ شهرنشینی بلد شیم؟ اشته نیازی نیه. هر کس که شهر میایه باید که این فرهنگ شهرنشینی بلد باشه. اگه بلد نباشه خب نمیشه. خب بگو. استاد اجازه بدین که ما نوت بگیریم. کی بگیری؟ این نوت ده که چی بلایه؟ یعنی نوشته کنیم، یادداشت کنیم. اما همه گفته باشم که من سواد معماد ندارم. آه گفته باشم. استاد ما نوشته میکنیم، شما لکچر بدین. ده بزدی؟ نه استاد جان، لکچر بدیم یعنی شما چیز صحبت کنه. خوب نوشته کنه. نوشته کنه که ما 4 رقم فرهنگ شهرنشینی داره. که از این 4 رقم استاد هر روز بیشتر هم داره. ولی من به 35 روز همین 4 رقم رو یاد بگرفتم. خب رقم اول فرهنگ شهرنشینی فرهنگ رو به دیواره.
استاد ببخشیم، از فرهنگ شهرنشینی رو به دیوار فقط میشه به وقت تشناب استفاده کرد یا نه روش های دیگه هم هست؟ البته در وقت تشناب کردن شما میتونن از فرهنگ رو به دریا هم استفاده کنن. مثلا همین دریای کابل خود ماشه، هم هر وقت که شما تشناب بگیریم همین مدل پیشتر که میبیشیش تو امی رقم شما میشینه، منتها رو به دریا نه به دیوار، رو به دریا. به این رقم فرهنگ شهرنشینی میگن فرهنگ شهرنشینی دریایی. پس این تا حالا شد دو رقم فرهنگ شهرنشینی. بله یا فرهنگ شهرنشین نیست و می رقم هست. سکنه میبینه؟ بله یا به این میگن فرهنگ شهرنشینی زیر پتو. بخیر خوشیار وقت که موتاد چیدن و باستن که به تشهر چیز میزی مصرف بکنن ازی فرهنگ شهرنشینی از استفاده میکنن. ایته بفهمیدن؟ به این رقم فرهنگ شهرنشینی میگن فرهنگ شهرنشینی زیرپتویی. استاد وقتی به خیر معتاد شدیم این رقم به داخل بلوارها بشینه به نظر شما یا نه به داخل پیاده‌روا؟ آفرین، بسیار عکس سوال بجا کردی، خیلی خوب سوال کردی. سکو میگن شهر ما خانه، یعنی تو به خونه خواهم هر جا که دل تو خواست تو میتونی بشینی. پس وقتی که شهر ما خونه ما نه، تو هر جا که دل تو مایه میتونی بشینی مواد مصرف کنی. اگه دل تو مایه تا بلوار بشینی تا بلوار بشی، اگه دل تو مایه تا پیاده رو بشینی تا پیاده رو بشی مواد مصرف کنی. ولی مهم اینه که امی فرهنگ شهرنشینی خوب سمسی رعایت کن. استاد من که دیگه اصلا و ابدا صبر و قرار ندارم، باید رقم چهارمی فرهنگ شهرنشینی رو شما بشنوم. زودتر بگین که ما فرهنگیشیم. بخیر باشم میگم. فرهنگ شهر نشینی چهارمی رقمه که تو به ته شهر میتونی میری 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 تا میرسی به یک زمینه گل و بوتا و سبزدار، بعد دگه نمیری میشینی. به امرو همون گل و بوتا و سبزه که رسیدی اینمونجی میشینی. این رقم سکو پتو خوربر میداری ایت موندازی به امرو همی گل و سبزه، بعد از اون میری این رقم فرهنگ شهر نشینی میکنی. میبینین بامرو گل و بوته و سبزه که رسیدی اینمی رقم فرهنگ شهرنشینی میکنی. بعد همی تجیق میکنی یا بچه یک چای سبزی بیار. استاد گل و سبزه که خراب میشه چی؟ این خودگه از نصیب و تقدیر همی گل و بوته و سبزه که به زیر پتو ما خراب شد. ما که به خاطر چهار تا گل و بوته و سبزه نمیتونم بی فرهنگ شیم. میتونم نه دیگه. صحیحه؟ بله خوب دیگه. ای بود درس امروز، ای بود درس فرهنگ شهرنشینی. به خیر خوشی دفعه دیگه به شما فرهنگ شهرغلطی یاد میدم که چی رقم ته شهر غلط بزنه. حالا برم بخیر، خداحافظ. با عجب چینک نیسی، یه به چند خریدار خوادشته باشه. برو به خاک که هرچی نباشه به صدری بگه بخره. ایشته پرخاک هم هست، باشه کم پاک کن. سلام سرورم. من سرور نیوم، من براری اونم، من غلام رسولم، سرور برار من میشه. نه منظورم از سلام سرورم یعنی که سلام رئیسم. ببخشید شما کینه؟ یعنی تو مر نمیشناسی؟ نه به خدا ببخشه. یعنی تو قول چراغ جادو به عمر خود ندیدی تا حالا؟ چرا قول که من خیلی میبینم برار، همین روزا هر روز به داخل سرک و پیاده روی موتر صدها تا قول میبینم، ولی هم رنگ شما ندیدم. شما رنگ شما کمی سبزه. من قول چراغ جادو هستم. آها، همون قولی که خیلی قوله. اصلا ما نمیفهمم شما مردم چرا از کلمه قول اکثر بد میبرن، در حالی که خیلی های شما از قولم قولترن. خب حالا من چی خدمت کنم؟ خدمت ما باید بکنم سرورم. شما آرزو کن من برآورده میکنم، بعد میتونم آزاد باشم برم برات کار کنم. من جی پی اس من خراب شد، به این کشور گیر کردم. یعنی من آرزو کنم که تو برآورده کنی و آزاد چی؟ بله سرورم. خب بفهمیدم، پس کار تو پیش مبنده. خب حالا چند میدی که من آرزو کنم؟ منظور تو چیه؟ خب من مگرم آرزو کنم که تو آزاد چی؟ همیتا مفت و جفت که نمیشه، باید شیرینی و زرمیزی مرخو بده دیگه. ولی من آرزوات رو برآورده میکنم. باشه، ولی من همیتا مفت و جفت بدون پول که نمیگذارم آزاد چیو بری.
خب وقتی کارتو پیش مبندم اگرم سر کیسه خورم چول کنه دیگه. یعنی تو از من رشوت میگی که من آرزواتو برآورده بکنم؟ بله. یا خدا شما دیگه چی مردمه بودین؟ دیگه همینی که هست. ما ایماسته باشتم با رخصتی. بیا برو به تجنه خب برو. حالا تو آرزو کن. اگر من تونستم آرزواتو برآورده بکنم با حساب کتاب میکنم. آفری. این شد یک چیزی. خب آرزو می اینه که تو به من یک دانه لیسانس موترونی بدی. لیسانس بدم؟ بله یک دانه لیسانس بین المللی. ولی تو موترونی بلدی؟ موترونی که نه بلد نیام، ولی خرسواری خیلی خوب بلدم. مثلا اگر خود لگد خوب بزر شکم خر بزنی تیز راه میره. مثلا اگر خود دست خوب به طرف راست خر بزنی میپیچه به طرف چپ، اگر به طرف چپی بزنی میپیچه به طرف راست. خیلی خوب بلدم. تو خرسوار بودی حالا که از من لیسانس بین المللی می؟ بله. بله تو باید بری درسی رو بخونی، یاد بگیری، میتونی آرزو بکنی که به امتحان یا کامیاب بشی. با خب وقتی که نمیتونی آرزوی مردم رو برآورده کنی بد میکنی که اسم خقول میگذاری. بله اینجا من بیشتر قولم یا تو؟ تو بدونی که موترونی بلد باشی از من لیسانس می؟ همینی که هست، من موتر خریدم لیسانس بکردارم. بله تو بدونی که یاد بگیری بشینی پشت اشترنگ باز تصادف میکنی، میزینی که از مصر میکشی. فدا سر تو. تو لیسانس مربوطی؟ من نمیتونم ایتو خیانت بکنم به کسی که موترونی بلد نباشه لیسانس بدم. یعنی تو آرزوی مرد برآورده نمیکنی؟ این چیزی که به تو آرزوی به هزار تا دیگه خیانته. تو لیسانس بگیری میشه قاتل سیار، به تصر اکبری هر لحظه امکان داره یک نفر رو بزنی. ها دیگه او رقمم نیه که هیچی بلد نباشم، کمی بلدم، یعنی مهارت دارم. مثلا چقدر بلد؟ مثلا همون سه تا پایدلی که به زیر پا هست میفهمم که از اینا یکی برکه. البته ایت دقیق نمیفهمم، ولی خدا مرد دروغگو نکنه شاید همو یکی آخرکی سمتی راست شاید برک باشه. اگر او نباشه یکی سمتی چپ آخرکی برکه، اگر او هم نبود یکی وسطیر میگیرم. از اینا حتما یکی برکه. خسته نباشی. خب تا تو بخوای بریکر پیدا کنی که میزنی مرتکر پچخ میکنی. فدای سر تو که نفر پچخ میشه، ولی بالاخره پیدا میکنم که کدوم یکی برکه دیگه. تو به اینا میگی مهارت موترونی؟ نه یکی اینا که نیه. مثلا من بلدم که در موتر چی رقم واکنم، یا مثلا بلدم که در موتر چی رقم قفل کنم. نظر نشی سرورم با این همه مهارت. خب دیگه حالی که فهمیدیم این همه مهارت موترونی دارم، پس همون لیسانس بر بده که من میرم کار دارم. نه خیر، من قولم خیانتکار نیم. من ترجیح میدم پس برم داخل همون چراغ تا به یک نفر که موترونی بلد نیه لیسانس بین المللی بودم. خدا یار شما. الو گل، گل جان نامرد. الو سلام به شما. به یک خلافکار شهری دیگر خوش آمدید. یکی دیگه از خلافکارهای شهری ما همون کسایی هستند که به فضای سبز داخل شهر احترام نمیگذارن، که نام خدا ماشاءالله کم هم نداره. یعنی چنان علاقه به پایمال کردن و از بین بردن فضای سبز و گل و سبزه دارن که گوسفند به علف علاقه نداره. امروز میخوایم از مردم بپرسیم که به این خلافکارهای شهری چگونه بفهمونیم که به فضای سبز احترام بگذارن. با ما باشین. سلام به شما. به نظر شما چکار کنیم که دیگه مردم به بلوارهای بین سرگ یا سایر فضای سبز داخل نشن و چمنها و گلها رو خراب نکنن؟ سلام به شما. من خیلی خیلی خوشحالم که چنین فرصت مهیا شد. من شخصا یک طرف فوق‌العاده‌ای دارم که با این طرح 100% مشکل خراب شدن چمنها حل میشه. یک طرح خیلی جالب دارم. واقعا؟ بله واقعا. یعنی با این طرحی که من دارم به شما تضمین میکنم 1000% این مشکل حل بشه. خب بفرمایید طرح خود بگین. به نام خدا به یاد شهدای وطن از طرح خرونمی میکنم. طرح من اینه که به مردم بگین دیگه رو چمنها لغت نکنن و من الله توفیق. یعنی طرح فوق‌العاده شما همی بود که برای مردم بگیم رو چمنها لگد نکنن؟ بله دیگه طرح همی بود. طرح خیلی خوبه بود. نه یعنی با اجرای طرح مشکل خراب کردن و فضای سبز کلا از بین میره. میگم طراح صاحب همی تو فرد و فرد طرای خودت به خرج ندین، حیفه. خدای سر شما، من دو تا زور بزنم یک طرح دیگه تولید میکنم. یعنی طرح تولید کردن به پیش موسونه. خداوند یک استعداد طرح به من داده که چی بگم با تو دیگه. یعنی دو زور دیگه بزنم یک طرح جدید تولید میکنم. نه نه دیگه زور نزنی. یک دم خدای نکرده مشکل به تولید طرحشون پیش نیه. باشه چشم. سلام به شما. به نظر شما چکار کنیم که مردم گل و بوته و فضای سبز داخل شهر خراب نکنن، لگدمال نکنن؟ خب لگدمال کنن چکار میشه؟ چکار میشه؟ خب فضای سبز آسیب میبینه. خب آسیب میبینه چکار میشه؟
برادر گل و بوته و سبزا و در کل فضای سبز زیبایی شهره، تصفیه هوای شهره. بعد مردم لگد مال کنن، از بین ببرن، خراب کنن، چیکار میشه؟ برادر خب وقت فضای سبز از بین بره شهر ما زشت میشه. فدای سرم، من میگم همین تزش بشه که از این زشتر نماشه. ببین چی؟ یعنی به شما مهم نیه که شهر شما زیبا و هوایی که استنشاق میکنین تمیز باشه؟ نه، من میگم این شهر همین تزش بشه که هرچه دلی اومد. از ما که نیه؟ از شما نیه، از همه گی مایه. یعنی تو میگی او سبزای داخل او بلوار از منه؟ بله، او از شما نه، از ما نه، از همه گی مردمه. واقعیت هست من سوا صبح میام رو همون بلوار یک دو طبق خود جور میکنم. رو بلوار دو طبق به خود جور میکنه؟ ها دیگه، مگه نمیگی که از منه؟ بلوار من اختیار دارم، سوا صبح میام یک دو طبق خود جور میکنم. نه از شما که هست، ولی به این معنا نیه که ملک شخصی شما باشه، ملک عموم مردمه. خب اوتا که هست دیگه که به من عجوشه، مهم که سگ به داخلی عجوشه. حالا که او از من نیه دیگه هر کس هر کار دلی اومای بود سبزا و گلو بطه بکنه. ممچه سلام به شما. به نظر شما چه کار کنیم که مردم به فضای سبز احترام بگذارن و گل و سبزه و بوتل لگدمالو خراب نکنن؟ علیکم السلام. گزارشگر صاحب، خدمت شما عرض کنم که به نظر من باید شهرداری تابلو نوشته کنه بعد بزنه بروی این چمنها و سبزا که دیگه مردم لگد نکنن. مگر این کارو نکردن؟ صد تا از این تابلوها هم بزنی مردم توجهی نمیکنن. نه دیگه، تابلوهایی که نوشته کردن متنی و کامل نیه. یعنی چی که متنی و کامل نیه؟ برو تابلو نوشته لطفاً وارد چمن نشوید، یا نوشته مثلا به فضای سبز احترام بگذارید. این کجای متنی و کامل نیه؟ کامل نیه دیگه برادر، کامل نیه. خب چی رقم نوشته کنن که متنی و کامل باشه؟ دو بندازن. چیکار کنن؟ دو بندازن. مثلا برو تابلو نوشته کنه ای بر پدر و مادر کس لعنت که داخل چمن میشه، یا از این فاشای ناموسی. این رقم دیگه کسی داخل چمنا داخل نمیشه. هر چی دو فاش غلیظتر باشه تاثیری بیشتره. برای تابلو فوش بنویسن؟ ها دیگه، اگر ما اینکه تأثیری بیشتر باشه باید امیر رقم کنن. همین خود ما باور کن صد بار همین تابلوهایی که بروی نوشته که لطفاً داخل چمن نشینند بدیدم، ولی بازم مثل گوساله بریم سر خود تا انداختم برفتم داخل چمن. چرا؟ چون دو ننداخته بودن. چی میگی برادر؟ یک شهردار کی میه مردم رو دو بزنه؟ خب ها دیگه برادر، اگر ما یک متن تابلوی کامل باشه تاثیرگذار باشه باید دو بزنه دیگه. من چون از این متنایی که نوشته لطفاً وارد چمن نشوید و لطفاً احترام بگذارید و از این چرت و پرتای دیسکو و قرتی، اینا هیچ تأثیری نداره. آلالا برادر، یک شهردار کی میه روی تابلوی داخل شهر دو نوشته کنه؟ اصلا این کار امکان نداره. خب یک کار دیگه کنه، نفرین کنه. نفرین هم شاید خوب جواب بده. مثلا روی تابلو نوشته کنه الهی به زیر 18 چرخ چی که داخل چمن وارد میشی، الهی که تیر غیبی بخوری. البته در این زمینه مادر کلان خیلی تخصص داره، حرفه‌ایه. من خودم میتونم 365 رقم نفرین به شما تهیه و ترتیب کنم. او هم به شرطی که شهرداری به مادر کلان من یک بودیجه در نظر بگیره. آلالا خیلی تشکر از شما. سلام مارم به مادر کلان خوب برسانه. بفرمایید. با اجازه. سلام شما. به نظر شما چه کار باید بکنیم که مردم بروی چمن و بلوار و بروی گلهای پارک راه نرن و خراب نکنن؟ به نظر من بیایم داخل چمن رو معاینه گذاری کنیم. یک چهار نفر که پخور داخل چمن گذاشتن بعد رفتن هوا، دیگه مردم حساب کرده هست اینا میگه دیگه داخل چمن نمیشه. داخل چمن ماین گذاری کنیم؟ ها دیگه برو، بهترین رویال امینه. بعضی از این مردم قسم خوردن که تک 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 نشن دست از چمن زری بر نمیدن، پس بهترین رویال امینه. برادر حالا که تو در جنگ هم اجازه نیه کسی از ماین کار بگیره، بعد شما میگیم به جای فرهنگسازی ماین بیان فرش کنن؟ خب چه کار میشه؟ یعنی میگیم خون و خونریزی برا بندازن که به بین مردم فرهنگ سازی بشه که به فضای سبز آسیب نزنن؟ حالا یک چل تو هم کشته بده خیلی گپ مهمی نیه. مبارزه تاون داره، آدم باید تاون بده. باز به این کشوری که به هر بهونه آدم میکشن یک چل تو هم به خاطر فرهنگ سازی کشته بشن چه کار میشه مگر؟ نخواستم برادر، اصلا شما نظر نخواستم. اصلا اگر تو با ماین مشکل داری میشه که به شهرداری بگیم یک چهار نفر بم دم فضای سبز استاد کنن، هر کس که وارد شد خوب بر کار کش کنن. این ترچی خودی از این طرف مشکل داری یا نه؟ برادر اصلا شما نظر نخواستیم، بفرمایید. خب برادر اصلا چاقو هم هیچ، بوکس پنجه. با بوکس پنجه که دیگه مشکل نداری. داری دولت هر کس که داخل فضای سبز شد یک چهار تا بوکس پنجه بام کلمای بزنه خوب بر چلو صاف کنه. ها چی گفتی؟ شلاق چی؟ با شلاق هم مشکل داری؟ شلاق که دیگه نمیکشه.